سلام، شما بیننده برنامه مجله صبح هستین و من محب یوسفی تا رأس ساعت 10 میزبان شما هستم. موضوع امروز برنامه در پیوند به رسیدگی به حوادث و آتش سوزی ها هستم. مهمان من هم الحاج حافظ نورالله انصار، رئیس عمومی رسیدگی به حوادث و اطفائیه در استودیو حضور دارند. شما هم اگر مشخصا در مورد دیدگاه، پرسش و یا هم نقد دارین، همین حالا با شماره تلفن 0790-13-71-71 به تماس شوین و مشخصا در مورد موضوع امروز صحبت کنین. آقای انصار فقط به نمایندگی از ریاستی که مسئولیت شده دارند صحبت میکنن. موضوعات و موردهای مختلف دیگر هم میشه شما در روزهای آینده که مسئولان از نهادهای مختلف حضور پیدا میکنن همراه ما در میان بگذارین. اما امروز مشخصا در پیوند به ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفائیه، اگر نقد و نظری هست همراه ما از طریق شماره تلفن 0790-13-71-71 در میان بگذارین. بیشتر بیننده ما تماس میگیرن ولی متاسفانه موقعیت مناسب را اختیار نمیکنن. ما همیشه در آغاز برنامه تاکید کردیم زمانی که تماس میگیرین در نخست موقعیت مناسب را اختیار کنین، سپس تماس بگیرین. به دلیل از اینکه پولتان مصرف میشه، بعد صدایتان را ما به شکل درست نمیداشته باشیم و مشخصا مهمان ما هم نمیتونن در مورد صحبت کنن. همین حالا با شماره تلفن 0790-13-71-71 به تماس شوین و مشخصا در مورد موضوع امروز صحبت کنین. سلام با شما رئیس، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوشحال شدیم، تشکر میکنیم از شما و از کارکنان تلویزیون یک و سلام های خود را به همه بینندگان گرامی، کسایی که هستند با ما همکار و فعلنده مشاهده هستند سلام میرسانیم. ممنونتان، سپاس از حضورتان در برنامه. در آغاز در مورد فعالیت ها و کارکرد هایی که ریاست اطفائیه در روزهای پسین یا در هفته های پسین انجام داده شما میشه، معلومات را هم همراه ما و هم همراه بیننده ما شریک بسازین، سپس پرسش هایی که ما دارم یا هم دیدگاه بیننده ما را همراه شما در میان میگذاریم. یقینا به همگی دوستا، به همه وطنای ما، همه وطنای ما معلوم است که تقریبا ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفائیه 70 ساله قدم داره و الحمدلله فعالیت خود هر وقت فعال بوده. البته بعد از فتح پیروزی امارت اسلامی افغانستان چیز توجه خوبی صورت گرفته، لله الحمد. روزی که ما خودم اینجا مقرر شدیم بعد از فتح پیروزی امارت اسلامی افغانستان، اکثرا وسایل نقلیه ما و موترهای مجادلوی ما خراب بود، عوارضدار بوده و الحمدلله تقریبا تا هنوز که 20 یا 25 اراده ای که قیمتی موتور هستن، هر کدامش قیمتش تقریبا یعنی 800 هزار دلار، 900 هزار دلار یا بالاتر یا پایینتر قیمت داشتن، الحمدلله ترمیم شد به خدمت هموطنای ما بر مختلف ولایات و مختلف بنادر، بالخصوص به مرکز کابل تیار آماده شد. و امو مسلکی هایی که ما داشتیم از سابق، بعضی ها از حالات کمه که تشویش شده، کمه که دور شدگی بودن بعضیشان و دیگر اغلبیتشان در اداره بودن الحمدلله واجد شرایط بوده و بعضی مجاهدین کرام را نیز ما داخل اداره ساختیم و اونا نیز فعلا دوره تعلیمی تقریبا بعد از فتح پیروزی امارت اسلامی افغانستان این چهارمین یا پنجمین دوره است که ارتقای ظرفیت درس برایشان داده میشه. از مختلف ولایات و بنادر خواسته شدن یک به جامعه مسلکی شخصیت ها را تقدیم که درایستیم. ولی محترم کدام سوالی باشه میشنم. درست است، در قسمت بلند بردن ظرفیت شما گفتین که کار بسیار زیاد صورت گرفته و در گذشته یک مشکل جدی همی بود که ظرفیت زیاد وجود نداره و به عصر وقت به حادثه ها رسیدگی صورت نمیگیره. حالا هم در بعضی مورد ها یک شماری از بیننده ما تشویشانی است، میگه بیشتر وقت تلف میشه و حادثه گسترش پیدا میکنه، بعد ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفائیه اقدام میکنه. حالا به نظر شما مشکل در چه هست و به خاطر از اینکه بتونین بیشتر روی ظرفیت تان کار کنین چه برنامه های شما دارین؟ بله محترم، اینجا تقریبا 100 نفر یا ما حول 100 نفر ما منصوبین اداری داریم، متباقی کلا ما حول 2000 نفر است، همگی مجادلوی و مسلکی هستند که در عملیات ها داخل می شوند و ای ما خودم میدانیم که ای کفایت کننده نیست به سطح افغانستان، چون که 34 ولایت ما 11 بنادر نیز داریم
و 34 ولایت مدیریت ها امریت ها داریم. سطح کابل که تقریبا دارای 7 میلیون یا بیشتر کمتر نفوس است، 6 جای ما استیشن های جایی و 11 جای استیشن های سیاری داریم و این کفایت یقینا نمی کنه، ولیکن بعض وقت در مسیر با ما همکاری صحیح درست صورت نمی گیره و بعض وقتا و بعض وقت همین خبر را کمی که ناوقتر می رسانند، ولیکن خبر می رساندگی یک نفر میشه، اما حادثه را تمام مردم مشاهده می کنه. اما کسی که خبر می رسانه او باید عادلانه بگه که ما فلانی ساعت به ایتپایا گفتیم و فلانی ساعت اینا فلانی دقیقه رسیدن. بعض وقتا شده و بعد از خبر دادن بعد 10 دقیقه اونجا ما قوای خود را رساندیم و بعض وقت در 5 دقیقه رساندیم، نزدیک بود، و بعض وقت 20 دقیقه رساندیم. مثلا دی سبز کابل او شب مشکلات آمد، تقریبا دو شب دو روز حریق جریان داشت، یک خطرناک حریق بود، اما ما از پروچرخی قوا را استفاده کردیم، تقریبا 40 دقیقه رسیدن. او بسیار جای دور بود، یقینا به تمام جای این 2000 نفر با امید 2.5 صد اراضیات مجادله و اتفاقی متر رسانیدن کمه که یقینا مشکل میشه. مردم که گلا دارن گلایشان به جای است، ولیکن به وقت اسرع رسیدن ما حد امکان تلاش خود را کردیم. در این باره فقط اگر با وقت زمانش با ما تماس گرفته شوه و مسیر با ما همکاری کرده شوه، باز انشالله تعالی مشکلات نمی باشه. البته در کابل خود شما می پامین اکثر این گلا شاید در کابل باشه، چون که در کابل حوادث زیاد هستن و تقریبا 22 ناحیه است. ما 6 جای 6 استقامت اینجا استیشن داریم و البته 11 یونیتایی که داریم اونا در اولسواری سروبی مربچکود یا دیگه اولسواری هستن. ای باید در هر ناحیه باید ما یک استیشن می داشتیم و این را ما تقاضا کردیم از مقامات وزارت امور داخله و معاونت ارشد، اینا وعده دادن، گفتن که انشالله همچون شمایی که کدام پیشنهاد کردین این را ما حتما اداره را وسعت می دیم. امید است که انشالله تعالی اداره وسعت داده شوی دارات عامل منفعت، چون که شما می دانید افغانستان الحمدلله آل صنعت زیاد شده و الحمدلله سیستم اقتصاد امور تجارتی واردات صادرات نیز زیاد شده و الحمدلله تقریبا نفوس ما هم پیش رفته و آبادی های مثلا شهر، مثلا تانک های تیل، فارک های صنعتی، شهرک ها و بلدنگ ها و فارتمان ها زیاد شده. یقینا به این رسیدگی حتما همکاری ملت و تجارای ملی بالخصوص جامعه جهانی ما هم ضرورت داریم. درست است. شما مشخصا در مورد گله مردم گفتین، کسانی که حالا در پایتخت هستند و زندگی میکنن. یک موردی که ما در هفته گذشته شاهد بودیم بس آتش گرفتن فروشگاه بزدران و یک فروشگاهی که هم در کنار همو بود و شکایتی است که شما حتی یک ساعت بعد اونجا رسیدین که حادثه بیشتر هم شده بود و بیشتر تلفات مالی هم دیدن کسانی که اونجا مال دارن، دکان دارن یا هم صاحب تمام فروشگاه هستن. دلیل از این در چه بود؟ چرا شما ناوقت‌تر رسیدین؟ من خودم تقریبا در مسیر استاپ کالج بودیم، اونجا درس بود، از اونجا برگشتیم خود رساندیم و قوای ما وقتی که به ما خبر داده شد قوا در 20 دقیقه اونجا رسیدگی است. ولیکن او کس که انصاب بکنه کی خبر داده و او کی رسیده بر از همه هر دو نفر معلوم میشه کی به ما تلفن اومد و کی قوا رسید. یعنی مسئله یک ساعت تاخیر شما رد میکنه؟ نه بله، این را ما رد میکنیم. و اصلا حریق شاید از یک ساعت زیادتر پیش حریق شده باشه، شاید دو ساعت پیشتر شده باشه، ما قراری که معلومات داریم، لیکن او وقت زمان حریق هر کس خبر نشده. پس اون که دود زیاد شده، آتش زیاد شده، باز همه کس خبر شده. بله محترم، اونجا الحمدلله به وقت امو ضرورتش رسیدگی هم صورت گرفته، کلان قربانی هم صورت گرفته و لله الحمد ملت به انصاف و به عادلانه به صفحات مجازی صدای خود را الحمدلله به خوبی و تشکری بالا هم کردن و اونجا تنها قوای وزارت امور داخلی که بودند در کابل اکتفا نشده. یعنی به ما نتونستیم جلو حریق را بگیریم، بلکه از وزارت دفاع ملی نیز قوا خواستیم. ما امرای از اونها یک الحمدلله هماهنگی داریم و نیز از شاروالی کمک خواستیم. گونا تقریبا ده ها اراده تانکر آب به ما رسانیدن و نیز به او هم نشده، مردم گرماندگی بود. شما خبر بودین که تقریبا در سال 34 سال پیشتر وقت جمهوریت اینمی موقعیت در گرفتگی بود، مردم از بالا خود انداختن، 5-6 نفر وطندارای ما شهید شدن و او روز از 5-6 نفر زیادتر مردم گرماندگی بود. تقریبا گرماندگی یعنی 25 نفر زیادتر مارکت ها گرمانده. افوال امیر می خواهیم تکمیل کنیم و ما هلیکوپتر خواستیم، با وزارت دفاع گپ زدیم، هلیکوپتر رای کردن، گفتن کسایی که بند ماندن پایین شدن نمیتونن اینا با
بالای بلدینگ بالا شوند. و ولیکن لله الحمد کارمندای مسلکی اطفایه به یک طریق بسیار اسلوب درست و مهارت و الحمدلله به طریق تکنیک اونا را پایین کردن و نجات دادن الحمدلله. درست آقای انصار، در مورد آتش گرفتن این فروشگاه ها دیدگاه های متفاوت وجود دارد. بله. هرچند شاید مسئولیت شما هم نباشه، اما میشه معلومات بدین آیا واقعا این حادثه یک حادثه طبیعی بود، یک حادثه بود که به اثر آتش سوزی رقم خورد، یا نه رقابت های منفی میان شمار از فروشگاه ها وجود داره با دلیل از اینکه دیگر به نحو ضربه برسانن یا هم مشتری شکم بسازن همچون یک اتفاق افتاده، یا نه واقعا حادثه طبیعی بود؟ این طبیعی بود جناب عالی. این سببش کدام اتو بوده ما قرار معلومات کردیم، ولیکن تا هنوز معلومات های دقیق به دست نرسیده که چون تحقیقات جریان داره و این خبر اولیه که با ما رسیده کدام اتو را اتو می کردن مثل که عمود در گرفته باشه به دیگه دکان ها سرایت کرده باشه. خب باز دست تحقیق نهایی باز ما گفته میتونیم با جرأت و این کدام قصدن یا به دشمنی نشده که یعنی حریقی که فعلا ما شما در بارش صحبت میکنیم در کوتای سنگی یا مارکت زدران یا احمدی مارکت. البته بله بعض وقتا این حوادث مختلف سببا داره، بعض وقت میشه برق شارتی برق میباشه و بعض وقت از ولدینگ میشه، بعض وقت از اتو میشه، بعض وقت از همین دبای گاز گیسه در داخل مارکت ها چیز پخته میکنن و این از امو میشه. و این خواهش ما از تمام ملت افغانستان و خصوصا امو تجارای ملی، کسایی که مثلا مارکت ها دارن، تیل فمپا دارن و از اونا ایست که امی بعد از این هر چی که آن خود تیر شده بعد از این کدام چیزی که اینا اعمار میکنن جور میکنن باید نرم و معیار اطفایه را باید در نظر بگیرن، باید با ما مشوره داشته باشن و بعد از این انشالله تعالی مشکلات ها کم میشه، چون که اکثرا شهرک ها جور شده، اکثرا مارکت ها جور شده، اکثرا بلدنگ ها جور شده، آپارتمان ها جور شده، معیار اطفایوی اونجا مراعت نشده، نرم اطفایوی اونجا مراعت نشده. ما امروز نیز بعد از پیشین امرای شاروال صاحب نیز مجلس داریم در این باره و پیش خو اون در حکومت سابقه مثلا در جمهوری سابقه شما خبر دارین اکثرا راه ها بند بوده، اکثرا را بند بده، مسیرهایی که 10 دقیقه موتر می رسید قرار گفت قصه اوتاندارا تقریبا 1 ساعت هم نمی رسید. لله الحمد ما امرای شاروال صاحب و امرای پواید عامه و قماندان صاحب امنیه کابل و دیگه ولایت ها نیز امی کار ما پیش بردیم که تایی که عبور و مرور مردم هم سهولت شوه، امی کدام مانی که است به هم اطفایه مانی است هم به دیگه مردم او را ما بر داریم اینا را ور داشتیم فعلا بسیار سهولت شده است. لله الحمد به سطح کشور الحمدلله گشت گذر از سابق کده بسیار سهولت شده. رب العالمین از که بالاتر سهولت نصیب کنه به ملت ما. موضوع امروز برنامه در پیوند به رسیدگی به حوادث و اطفایه هست. شما هم اگر مشخصا در مورد دیدگاه پرسش و یا هم نقدی دارین همین حالا میشه با شماره تلفن 0790-13-71-71 با تماس شوین. بیشتر بینندای ما تماس میگیرن ولی متاسفانه صدایشان مشکل داره و همکاران بخش تکنیکی ما با استدیو وصل نمیسازن، پس ما همیشه خواهش کردیم زمانی که تماس میگیرین و میخواین که صدایتان به استدیو وصل شوه باید موقعیت مناسب را اختیار کنین، چون که اگر صدایتان مشکل داشته باشه یا هم مشکل صوتی باشه همکاران بخش تکنیکی ما با استدیو وصل نمیسازن. 0790-13-71-71 همین حالا فعال هست، از هر گوشه ولایت افغانستان میتونین با تماس شوین و مهمان من هم الحاج حافظ نورالله انصار رئیس عمومی رسیدگی به حوادث و اطفائیه در استودیو حضور دارم. در قسمت حادثه‌ای که در دیسبز اتفاق افتاد آقای رئیس، دلیل از این در چه بوده و چقدر به وقت کم شما تانستین رسیدگی کنین؟ آیا خسارات مالی و جانی داشت یا خیر؟ الحمدلله اونجا خسارات جانی ندارم و سببش تا هنوز با ما دقیق تو ما مشخص کرده نتونستم، تحقیقات جریان داره. یه خبر اولی است که از ولدینگ شده، کدام جای ولدینگ میکردن طرف های نماز اثر از همه آتش برای کارتن یا کدام کاغذی که اونجا بود به اون میرسه و از همه صورت میگیره قرار معلومات همیت شده و چونکه اونجا تقریبا بسیار کاغذاتی که به خاطر کارتن جور کردن جمع کردگی بودن بسیار زیاد بود، نهایت زیاد بود و حریق بسیار خطرناک بود در سیزبز و ایتو همچو مشکلات به ما در یک سال یک دفعه پیش شده بود که کابل کارتن سازی بود، فابریکه کابل در کارتن سازی تقریبا در بگرامی
موقعیت داره. و بعد از این امین شد، دو شب دو روز این مشکلات جریان داشت، لله الحمد جلوش گرفته شده. اندازه‌ای که کدام آبادی در ما حولشان بود با آبادی حریق نرسیده، فابریکات آباد مانده، او یک صنعت اونجا یک پارک صنعتی بوده، لله الحمد یعنی او اندازه خسارات زیادی نداره. باز هم چون که مالشان زیاد بود و فعلا ما خسارات گپ بزنیم و هم قبل الوقت است. درست است. و در قسمت پایگاه هایی که شما دارین یا نمایندگی هایی که شما دارین در ناحیه های کابل چقدر هست؟ آیا امکانش هست در هر ناحیه شما یک نمایندگی داشته باشین یا خیر؟ لله الحمد روزبزون ما خوشحال هستیم که از مقامات زیصلاح امارت اسلامی افغانستان و بالخصوص وزارت رهبری امور داخله و معاونت ارشد اینا بسیار سهولت ها آوردن. یعنی امیر دانستن که امیر اونا الحمدلله زیاد سرش حساب میکنن که اعتماد میکنن که اینمی یک اداره عامل منفعه است که به همه ملت ضرورت است، به همه ملت شب روز ای یک چیزی است که بر رسیدگی به حوادث و اطفایا کار گرفته میشه و اکمالات تقریبا در نزدیک به ما 10 میلیون به خاطر ترمیم های وسایل دادن. درست. و ما میخواهیم که بعد از اینکه چند ارادجات را ترمیم بکنیم باز یونت عملیات های یونت زیاد میکنیم، استشان ها را زیاد میکنیم و انشاءالله ادارات را امید است که اینا با ما همکاری بکنن و وسایل بدیم. ولیکن ما میگیم که همین وسایل دادن اداره که ضرورت است، یا همه میدانه که ضرورت است، این کفایه نیست به ملت افغانستان چون که نفوس و آبادی زیاد شده. البته به امرای اداره میتونن تجارای ملی کشور و نهادهای مثلا عامل منفعه هستند، مؤسسه خیریه است یا جامعه جهانی است به خاطر آبادی همی وطن و ملت همکاری بکنن، چون که یک وطن جنگ زده ای که بعد از 45 سال ما توانستیم که یک وقت امنیت یک فرصت نفس و راحت کشیده رایستیم و همگی همکار باشیم که همی اداره عامل منفعه را به سر پای ایستاد بکنیم. درست. و در قسمت رضایت مردم که شرط اساسی هست به ویژه به ریاست شما و باید رضایت مردم را داشته باشین، از کارکردهای شما چقدر راضی هستن؟ شما حتما در تماس هستین همراهشان، آدرس های مجازی دارین، آدرس هایی دارین که میشه همراهتون به تماس شوند، چقدر از کارکرد شما رضایت دارن و اگر مشکل دارن یا شکایت دارن از کدام بود است؟ آدرس های ما بسیار آسان است که 101 119 اول 101 تماس شوند، اگر نشد 119 این شب روز چلان است. یک دوم، ملت خود ما راضی میبینیم به خاطر که با ما تقریبا 3-4 بار است که تقدیرنامه داده میشه. کسایی که تقدیر دادن اونا خودشان میشنون، مثلا حاج عبدالغفور احمدزی صاحب شرکت کابل کارتن که اونا داشتن، فابریکه بسیار بزرگ نجات داده شد، تقریبا 30 شب روز حریق دوام داشت و اونا به ما و کارمندای ما مسلکی های ما تقدیرنامه دادن در حضور داشت تقریبا نماینده های 4-5 وزارت، با حضور داشت 34 رادیو تلویزیون ملی بود، از دیگر رادیو تلویزیون آب طلوع بود و شمشاد بود، شاید از شما هم باشن، و دیگر کمینزاده صاحب فابریکه چی است بهیر گروپ، یک تقریبا حریق بسیار خطرناک بود، بسیار خطرناک بود، جلوش گرفته شد، اونا ما را دعوت کردن، تقدیرنامه دادن، همکاری کردن و نیز دیگه جای الحمدلله تشکری میه و برای حتی مردم ملت خودشان در این روزا صفحات مجازی هر کدام دوستای ما میبینن که خود ملت اعتراف کرده رایستن که امینا خدمت کردن، این خدمت پیش همچون خدمت نمیشد و ما از رب العالمین راضی هستیم که الله سبحانه وتعالی همی توفیق داده که ما در خدمت ملت خود باشیم و از بزرگای مقامات امارات اسلامی نیز ما راضی هستیم که با ما زمینه خدمت برابر کردن تا که به ملت خدمت بکنیم و از ملت تشکری میکنیم که با ما هر وقت همکار بودن و همکاری میکنن و ما را تشویق میکنن در صفحات مجازی و در توسط تلفن یا واتساپ صحبت میکنن و تشویق میتن کارمندای ما را به خاطر آبادی داره. ما خوشحال هستیم جناب عالی. درست. آقای رئیس، در مورد ولایت ها چند مورد باید شریک ساخته شود؟ بس اولی است که شما گواه هستین که ما در شماره از ولایت ها شاهد آتش سوزی هستیم، مثلا در جوزجان و میدان وردک و شماره از ولایت های دیگر. دلیل ای آتش سوزی ها در چه هست؟ هر چند روایت های مختلف وجود داره، ولی شما من حیث کسی که مسئولیت دارین یا هم تحقیق کردین و میتونین که مسئولانه حرف بزنین، دلیل ای آتش سوزی ها چه هست؟ شما همراه مردم در ارتباط هستین، چرا خانه هایشان در میگیره؟ محترم، ای آتش سوزی خود تقریبا در وطن ما شما ای اول بار نیست که امسال شدنی، سالها جریان داشت. مثلا خرمان در می گرفت، یک چیزی چی در می گرفت، گدام ها در می گرفت. بی است
مختلف جای مختلف عوامل داره و او چیزی که شما اشاره میکنید فکر میکنم در ولایت جوزجان فیض آباد یا همه ولسوالی مردیان باشه همین تو جناب علی بله اینجا حالا ما یک چیز بگیم شاید بعضی بینندگان ایرا تمسخر بگیرن ما خواهش میکنیم که ایرا تمسخر نگیرن که چون که خطرات به ایمان است ما شما به همه چیزی که مؤمن به است ما به او ایمان داریم قرآن کریم و حدیث نبوی ثابت شده که جن وجود داره جنیات وجود داره یک مخلوق الهی است ایرا یهود نصارا تماما کتاب ها تماما اهل کتاب همه گیرا اعتراف میکنن که همین یک مخلوق خدایی است غیر از دهریه غیر از کمونستا میگم دهریه اونایی که به الله منکر هستن به جنیات هم منکر هستن خب ما اول قناعت نکردیم شاید یک گاز باشه گیس باشه ما اول وفد ما رفتن مسئولین خود اطفایه ولایت جوزجان بودن اونا نیز هم چه میگفتن که مردم میگه ما استاد هستیم پیشوری ما در میگیره اون ما دیده راستیم هیچ کس نیست خود در میگیره باز ما قمانده شب امنیه خواهش کردیم اونا و یک وفد دیگه ارگان ها نیز همراهشان همکاری میکردن هم نوایی میکردن اونا رفتن در محیط منطقه همچه روایت کردن گفتن که مردم میگه در میگیره خب ما چیزی را نمیبینیم حتی بعضی سیاسرا بچه ها ترسیده و حتی کارمندای چی گرفته بودن رادیو تلویزیون ملی اونا هم اونجا گفتن که تقریبا یعنی 8 مراتبه چیز ما گل شده کامرای ما وقتی که ما امیر عکاسی میکردیم و باز یک تیم علما را ما اینجا رای کردیم از درزاب از قشتپه علمایی که اونجا پیش گذران کرده بودن مدرسین و اونا رفتن از منطقه پرسان کردن از علما از مردم از دکاندارا از اهالی پرسان کردن عین روایت به ما دادن یک الهی یک آفت بوده از هر چی بود ولی که مایرا به خاطر که مردم یا تمسخر نکنه یا صفات مجازی گنجایش نداره مایرا رد کردن نمیتونی رد کردن جن کفر است کفر از ایمان خدا را خواست آدم از ایمان خلاص میشه شاید هم تو باشه غضب الهی باشه اما مخلوق الهی اینجا ضرر رسانده باشه ایرا کسی قناعت میکنه نمیکنه مثلا سعی کنین غضب الهی در سطح دنیا ایرا جلوگیریش نه رسیدگی به حوادث گرفت نه ملل متحد نه دیگه دنیا اینمی مثلا ما شما بگیم که چی کرونا کرونا به نظر کی میامد کی دید متوجه هستید او ذره‌بین معلوم میشه یا مو چیزایی که دیده میتونه او را میبینن یعنی تمام کرونای دنیا را جمع کنی 35 گرم نمیامد تمام دنیا را تخته کرد خودش ما خبر دارین خداوند مخلوق است و ما یعلم جنود ربک الا هو نمیداند لشکرهای پروردگار تا غیر از خودش او میداند کدام لشکر را استخدام کرده باشه مردم باز استغفار کردن جناب علی اونجا ختم قرآن ها شد دعا و استغفار کردن ختم قرآن های دست جمعی شد خلاص شد مصیبت خلاص شد اون الحمدلله گلگزار زندگی درست. میکنه اما به همین خاطر ایران ما گفتیم عفو میخوایم اینجا مردم ها کمه که استفاده سو یا استفاده سیاسی میکردن علی امارت اسلامی مثلا بعضی ها میگفت اینجا والا یک قوم زندگی میکنه دیگه قوم آمده همین مورد هم میخواستم از شما بپرسم چون گزارش مختلف نشر شد بلی حتی بلی. گفته میشد که بگونی قصدی آتش زده میشه قصدی نیست تماما ملت هم اونجا شاهد است درست. شما اگر خبرنگار رای کنین ما کارمندای خود با ما شما همراه میسازیم شاید یک 500 نفر همین گفت بگوید که ما گفته رایستیم ما اونجا یعنی این روایت مردم است چشم دید مردم است با شما شریک ساختن بله بله حتی خود ولسوال شه حتی خود علما مسئولین منصوبین هم امیر را میگن پس دلیل از این که اونجا او قومی که اونجا زندگی میکنه در مردیان در مردیان زندگی میکنه قوم بسیار مردم های بسیار خوب مردم هستن هیچ کس دشمنی ندارن ما الحمدلله در افغانستان از همه اقوام ملیت ها اینجا پشتو ازبک تاجیک ترکمن تاتار یا نورستانی پشهی داریم همه و اهل تشیع یا ازاره با هم زندگی میکنیم الحمدلله هیچ کدام مشکلات ما فعلا نداریم و اونجا منطقه ما نمیدانیم که کدام دشمنی شده باشه ما ایرا تایید نمیکنیم جناب عالی و شما مورد که گویا از سوی کسی یا شخصی یا گروه قصدی آتش زده میشه را کاملا رد میکنید نه جناب درست نشد شما بیننده برنامه مجله صبح هستین و ما محب یوسفی هم میزبان شما هستم و در مورد برنامه های آینده ریاست آقای رئیس میشه معلومات بتین شما گفتین پیشتر که روی ظرفیت تندگام کار میکنین ویژه در بحث بلند بردن وسایط نقلیه که بتانین به اصری وقت رسیدگی کنین دیگه کدام برنامه ها را دارین که مردم بیشتر همچنان بتانه همراه شما همکار باشه و ریاست شما اعتماد کنه احیای اعتماد صورت بگیره یک همکاری ملت پیلن به ما همه سروی و وقایع است جناب عالی ما گروپ های خود را همه اداره ای که سروی و وقایع است ایرا به تمام سر و سر افغانستان شهرها پایتخت ولسوالی ها بنادر استخدام کردیم فعلا حیاتی ما جریان داره و ما حیات ها همکاری بکنن درست. همکاری بکنن بالولای ضد حریق که در خانه ها در مارکت ها در تیل پمپ ها دارن ایرا دوباره نو بسازن اما مواد بعد از گذشت کم زمان ای ختم بشه
ای ختم میشه، او را دوباره پر کنن. حریق هر جا شد به اسرع وقت اما را به نطفه ختم کرده میتونن. ای ضرور نیست که دیگه اطفایه بخواهن و این صورت نمیگره، به خاطر که اونجا اکثر جایا، اکثر تلفنپا، اکثر موترا، ما خواهش میکنیم باید موترام داشته باشه. فعلا در حیرتان طرف ازبکستان که تیر میشین و اگر موترا به همین بالول ضد حریق نداشته باشه او را ازبکستان اجازت نمیده. اینجا باید هم را داشته باشیم. و بعض بنادر و بعض شهرها و بعض گمرکات و بعض چک پینا یک اندازه، یعنی این نرم ما و معیار اطفایوی در نظر گرفته نمیشه. این خدا نخواسته کدام حادثات پیش نکنه و ما میخواهیم که پیش از حوادث همه جلو و همه چیز بگیریم که از او چیز حوادث جور بشه. ای باید ملت با ما همکاری بکنه و هم رها کردن سرک و مسیر. وقتی که آلارم اطفایوی را شنیدن باید مسیر رها بسازن، ای به اسرع وقت رسیدگی کده بتانیم ما. و دوم وقتش تلفن کنه، همون زمان همون دقیقه تلفن بکنه، ولو که اگر حریق اینا گل کدن میتونن بازم ما را آگاه بسازن که ما کمی آماده باشیم. اگر نه الحمدلله شفت ما 24 ساعت، ما نه جمعه داریم، نه شنبه داریم، نه شب داریم، نه عید داریم. به همه وقت الحمدلله کارمندای ما لباس پوشیدگی به سر موترشان، موتر اطفایوی و مجادلوی سوار و کلید دستشان در اشترین استاد است. در گذشته بقای رئیس یک تعداد افراد مخرب آزار می دادن. مثلا تماس می گرفتن، موقعیت را می گفتن، بعد وقت نماینده های ریاست اطفایه اونجا می رفتن، اصلا حادثه وجود نداشت. حالا به خاطر از اینکه شما همین روند شفاف بسازین، یعنی واقعا بدانین که همچون یک اتفاق در همچون منطقه رخ داده و کسی که با شما تماس میگیره دروغ نمیگه، تا اینکه شما وقتتان هم ضایع نشه، تیل موترتان هم مصرف نشه و پرسنلتان همچنان مصرف نشه، چه کاری انجام دادین مشخصا در بحث فرهنگی، در بحث تبلیغاتی، تا اینکه بتونین سطح فرهنگ، سطح تبلیغات خودتان را از بودی که بیشتر مردم همراهتان همکاری کنه بلند ببرین؟ بله محترم، این در وقت جمهوریت کارمندان به قصه میکنن که بسیار آزار اذیت میشدن، تلفن های زیاد ناحق میامدند، ولیکن لله الحمد امارات اسلامی را الله سبحانه و تعالی تو یک بصارتی داده که به مقابله به امرای کشورهای بسیار زورآور خداوند برشان کامیابی نصیب کرده. ما که ای را جلوش توری گرفتیم، کدام جایی که با ما اگر تلفن و نابلت آمد دستی اداره استخبارات ماست و از استخبارات عموم موقت پرسان میکنه، از حوزه امنیت داخلی ماست از حوزه پرسان میکنه، اگر تایید استخبارات حوزه بود دستی حرکت میکنن. و اکثرا ما ای را ترتیب کردیم که ملت به حوزه میگه، به حوزه استخباراتی، حوزه پلیس، اونا زود با ما تلفن میکنن. ولیکن تنها به اکتفا نی، ما میگیم اگر سیاسر هم تلفن بکنه، اگر 12 ساله بچه هم تلفن کنه، تلفنش داشته میشه و برای جواب مثبت داده میشه. لیکن ما بدون تحقیق یک دم موترا را ارسال نمیکنیم، موترا مجدلوی را ارسال نمیکنیم. بله، و کسایی که این کار اگر بعضی ها کردن، نمبرایشان به استخبارات داده شده، فعلا زیر تعقیب است و شاید امکان داره که اونا مؤاخذه قانونی و اصولی امرایشان شوه. و شما اگر یک بار دیگه مسئله آدرس های مجازی تان تکرار کنین، کدام آدرس ها و شماره هاست تا مردم برایتان با تماس شوند؟ بله محترم، فعلا خوب گفتیم 101 119، این بسیار آسان است. اول 101 اداره خود ما و 119 سوق اداره وزارت امور داخله است، به سطح کشور همیشه 24 ساعت چالان و رسیدگی میکنه. و دیگه نمبر هاست ما برای شما ان شاء الله تعالی نوشته کده برشان، برای شما میتیم تمام ولایت و تمام بنادر و خود سطح کابل ان شاء الله برای شما داده میشه و را با شما به دوستا نشر کده میتونیم. الحاج حافظ نورالله انصار، رئیس عمومی رسیدگی به حوادث و اطفایه، سپاس از حضورتان در برنامه. تشکر از شما، از بینندگان گرامی. از صحبت های خود سهو خطا شده باشم، از رب العالمین بعد از آن از بینندگان گرامی معافی میخوام. تشکر، ممنونتون. همچنان بابت همراهی شما بیننده های عزیز سپاسگزار هستم. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را شما میتونین هر ساعت از تلویزیون یک بیننده باشین. همکاران بخش خبر ما تلاش میکنند تا آنچه در افغانستان و جهان اتفاق میفته هر ساعت با شما پیشکش کنند و ما هم در برنامه مجله صبح همیشه تلاش کردیم تا مسئولان را به همین استودیو دعوت کنیم و اندک سهم داشته باشیم در کاهش مشکلات شما. بدون شک دوستان ما بیشتر تماس میگیرن از ولایت های مختلف و همیشه شکایت هایشان شریک میسازن یا هم چالش هایی که دارن و ما هم نظر به موضوعی که شما شریک میسازین مسئولان را در استودیو می داشته باشیم. در روزهای آینده حتما از وزارت امور داخله، از فرماندهی امنی کابل، از وزارت فواید عامه و شهرداری کابل مهمان می داشته باشیم و قرار هست همینجا حضور پیدا کنن. شما مشخصا دیدگاه هایی که دارین همین حالا شریک بسازین تا در روزهای آینده ما همراهشان در میان بگذارم. اما در مورد برنامه امروز
باید بگویم در همین دقیقه به پایان میرسه. فردا رأس ساعت 9 همینجا و همین استودیو ما محب یوسفی با یکی از موضوعات جدید برمیگردم. خداوند نگهدارتان.